گله‌ای آدمای فله‌ای دلخوششون قیافه تو جستن و کلافه یه عمره ول معطل با این مخای مختل با این که با کلاسن سر کوچه ها پلاسن عاشق میشن خیلی خفن تا آخرم توی کفن نه فکری نه سوالی تو دنیای خیالی میدارن و خواب میبینن سایه را افتاب میبینن با عینک های دودی با موهای عمودی آخر کلکل و کرکری اشقلات و قلدوری از بس خطری و خلافم یه پخ کنی خلافم از روزگار ملولم تو خودشون میلولم زندگیشون زده حاله یا تو چاهن یا چالر بچه مصبت انده مرام و جرعت دنبال کشف جرمن ارفیه نه بابا دو فرمن کاراشون مرموز و سسوته تیریفشون سکوته فه بگی میرن جوادیه اینا سوتیای عادیه آره زندگیه گلهی آدمای فلهی یه عمره بل معتل با این مخای مختل زندگی گلهی آدمای فلهی یه عمره بل معتل با این مخای مختل آخر کلکل و کرکری اشقلات و قلدوری از بس خطری و خلافم یه پخ کنی خلافم از روزگار ملولم تو خودشون میلولم زندگیشون زده حاله یا تو چاهن یا چالر به به ببین کی اینجاست جناب آقای آرسن لوپن جناب آقای اصلانی شما کجا اینجا کجا تو آسمونا دنبالت میگشتم رو زمین پیدات کردم لکه سالا دیگه واسه اسما چه که بی‌محل میکشی نگفتی آب بشی بری تو زمین پیدات بکنی پول چه که از قلقومت میکشم بیرون خیلی خوب بابا ببخشید جناب آقای اصلانی من الان یه خورده گرفتارم وقت ندارم شما تشریف ببرید بعدم من خودم میام خدمتتون خدایی شرمنده‌ام مزاحم اوقات شریفتون شدم گوستال الان پول میدی یا همینجا سلاخ سلاخت میکنی؟ الان من پول ندارم که شما تشریف بیارین دفتر چشم من تقدیم نه دیگه نشد این تو بمیری اون تو بمیری یا نی یا همین الان پول اخ میکنی یا این که چی آقا رایی؟ سلاخ سلاخش میکنه خیلی خوبه که تو دعوا نداریم که چشم رو چشم شما فقط اجازه بدیم من اینو بندازمش دور چون خطرناکه بعد هر جا خواستیم با هم میریم چرا بندازیش دور؟ چون خطرناکه توش بمبه توش بمبه؟ میگه توش بمب آقا رحیم شما چی فکر میکنی؟ من فکر میکنم توش تانکه شوخی نمیکنم جون شما این بمب خطرناکه میشه ببینمش بابا شما چرا باور نمیکنین این خیلی خطرناکه آها گفتم برش من زود باش چشم بازش نکنین خطرناکه حفش باز مجد عجب ساعت مشتی مال خودته؟ نه بابا گرفته بودم هدیه بدم به پدر زنم قیمتش چنده؟ $10,000 $10,000 خاک بر سر زن ذلیلت کنن چطور واسه پدر زنت ساعت میگیری $10,000 واسه 1,000,000 انقدر ما رو میبری میاری؟ بزنم تو سرت سر سگ بدی قابل شما رو نداره ساعت ولی ولی بیوری ساعت فعلا پیش ما امونت میمونه تا وقتی که پولو بیاری اگه نگیری چی؟
هم ساعت پر، هم خودت پر. بریم آقا رئیم، زد زیاد. من که به تو گفتم خطرناکه، تازه بعد وقتا عقیمم میشی. ای بر پدرت لعنت. ببین استاد، باز این پسر ما رو سیاه کرد. بخوش که شام. که متوجه ما شده. بهتره ماشین استار کنیم. یعنی گلمالیش کنیم؟ نه. اون طول میکشه. بهتره از تور استار استفاده کنیم. یالا بچه‌ها، عملیات استار شروع کنیم. زود باشین. الو بفرمایید. معطل شدی؟ ببخشید. آقا تو رو خدا این حرفو نزن. باید مطمئن می‌شدم کسی دخالت نمی‌کنه. آقا کار درست شما کردی. به هر حال امنیتون آره. یه ماشین قرمز جلوت نگه میداره سوارش. فقط مارکش چی؟ یعنی چه مدلی ماشین؟ چه نوع ماشینی؟ نمیدونم. یه لحظه صبر کن. خواهش میکنم. الو. بله. ماشین قرمز خراب شده. یه تاکسی بگیر بیا اول اتوبان تهران قم. یه کاروانسرا خرابه نزدیک جاده است. همونجا پیاده میشی تا خبر. آقا دیگه رسما ما رو ساکت. چشم. باید سر کرایه چوره بزنی. چون پول تاکسی رو خودت باید بدی. آقا فقط باید یه مزنده بدی، من تم بگم اینو مثلا. من باشه 1500 میدم. تو رو نمیدم. 1500 مرد حساب تا سر کوشو میاد بگو نمیخویم بدیم دیگه. آقا چشم ما اومدیم. حالا تاکسی مگه گیر میاد بابا؟ جواب بده. الو زنگ دارم. بیا تو. سلام شما. سلام بابی، چطوری؟ چه خبر از بازی ایران کره؟ خبر تعطیل شد، قهر کرد. آخه پس خبر داری؟ یک خبری دارم برات، میخوام تو گوشت بگم. بیا اینجا بدو بدو گوشم. ساکت. نارنجک دستی که بهت دادم چیکار کرد؟ دادم تو دیفار. مطمئنی زدی تو دیفار؟ مطمئنم. زخمی شدن این کره فوتبالیست کارتو بود یا نبود؟ همون که نارنجک دستی زن زیر پاش. آره دیگه، تو استادیوم 3000 نفری. اون موقع خونه بودم، داشتم تلویزیون تماشا میکردم. تازه گل علیدایی مالید. مالید یعنی چی؟ پرید. مالیدن شده پریدن؟ جدیدن. من وجدانم راحت بشه بابی؟ وجدانم راحت بشه. من اگه شاید شیطون باشم، ولی احمد نیستم. آفرین. ببین نارنجک دستی مال بازی و حال، نه زمین فوتبال. ضربان مسئله از شغال. چی میخوای حالا؟ من؟ ده تا سیگاره، ده تا هم نارنجک دستی. این هم مواد رو میخوای چیکار؟ خب یه حالی از نازمون بگیرم، فکر کنه تو مجلس زلزله اومده. زیر پاش نمیزنی ها؟ چشم. آفنگ بشین برد بیارم.
بله بفرمایید. الان کجایی؟ سر قرار تو کاروان سرا. چقدر ازت کرایه گرفت؟ آقا راست این 10 تومن اما گرفت گفتی یک پونصد و ای پدر نامرد دوبله باید حساب کرده. شما که اجرایی دوبله؟ آقا جون ولش کن، شما کاری که میکنی برو سر اصل مطلب. پولا رو با خودت آوردی؟ آره تو کیفه. کسی که تعقیبت نکرد؟ نه بعید میدونم، ولی بهتره شما هم دست از این قایم موشک بازی بردارین، خودتون رو نشون بدین. قایم موشک بازی؟ حرفایی میزنی ها؟ پشت سرتو نگاه کن. رئیس تایی؟ تقریبا. تقریبا یا دقیقا دیگه، اما باید بدونیم به احوال. حالا برای تو چه فرق میکنه؟ فکر کن رئیس منم. آخه یه جورایی من فقط با رؤسا صحبت میکنم. رئیست نیومده؟ پشت سرته، برگردی میبینیش. آقا یه جورایی دیگه رسما ما رو گرفتین شما؟ من حالا سر شوخی ندارم، کسی اینجا نیست که. یه نگاه زیر پات بنداز، پیداش میکنی. با من کار داشتی؟ بشی تو رئیس اینایی؟ چطور مگه؟ به هم نمیاد؟ چرا؟ اگه نصفت زیر زمین باشه بهت میاد. ببینم تو پلیسی؟ نه، چرا همچین فکر میکنی؟ اگر تو پلیس نیستی پس این میکروفون مسخره تو جیب تو چه کار میکنی؟ آهای این خودکاره، میکروفون نیست. میشه ببینمش؟ آقا اصلا شما باید اینجا خودکار بخری یا مواد فروشی بدونیم دیگه. اون خودکار رو میدی یا بگم بدون ازت بگیرم؟ آقا جان اصلا میکروفونه، مگه هر کی میکروفون داشته باشه پلیسه؟ نه، تو همین میکروفون داری و همین اسلحه دیگه داری تو اومد میزنی. ببین یعنی تو میخوای بگی اسلحه نداری؟ نه. پس چه نوکش از پاچه شلوار زده بیرون؟ اصلا باورکای مال من نیست. پس تو پاچه شلوار تو چیکار میکنه؟ آقا احتمالا من حواسم نبوده، یکی از بچه‌ها گذاشته تو پاچم. توقع داری من حرف تو رو باور کنم؟ داشته باشن توقع بیجاییه، نه خدایش دیگه. تو میدونی چه موقع به یک نفر میگن اشهدتو بگو؟ میگن اشهدتو بخون، بگونه میگن ها. ولی خب بستگی داره، یه موقع مثلا طرف داره میمیره بهش میگن، یه موقع هم یارو رو بخوام بکشنم بهش میگن. درسته؟ کاملا. ببینم تو اولی رو دوست داری یا دومی رو؟ منظورت اینه که یعنی یا خودم باید خودم رو بکشم یا شما منو باید بکشی؟ آره؟ آفرین آفرین، اونجا که من به دموکراسی علاقه مندم واگذار میکنم به خودت. خب همونجایی که شما معتقد به دموکراسی که نباید کسی رو بکشی. درسته؟ بسیار خوب، پس خودت خودتو بکش. یه اصله بهش بده. زحمت شد براتون ببخشید. آقا خدایش نامردیه دیگه، الان شما گفتی خودم بکشم حرف میزنی، پاش باسه نگفتی؟ اصله رو بهش بده. کی پدش بگیر؟ چیه میترسی خودت خودتو بکشی؟ نکنه میترسی تو این اصله گلده نباشه؟ نه بابا، فقط قبل مرگم میتونم یه چیزی در گوشتون بگم؟ اگر فکر میکنی که راحت‌تر میمیری؟ آره. خیلی ممنون. یالا به رفیقات بگو دستاشو بزن رو سرشون، اسلحه‌شون رو بندازن پایین. شما لیاقت دموکراسی رو ندارید. هر دفعه که به شما آزادی میدیم اسلحه رو طرف خود ما میگیرید. بابا به چه این سخنرانی‌ها، به رفیقات بگو اسلحه‌شون رو بندازن زمین، وگرنه مغز پوکتو داغون میکنم. راه فرار نداری. من که نمیخوام فرار کنم. چه کار میخوام بکنی؟ میخوام شما رو تحویل قانون بدم، همتون رو دستگیر میکنم و تحویل قانون میدم، فهمیدین؟ خب واقعا پلیسی؟ زرشک، خب معلومه که پلیسم دیگه. تو به ما کلک دادی، به جون مادرم میدم به دست قانون. اگر زنده موندی این کارو بکن، ولی فعلا به دوستات بگو اسلحه‌شون رو بندازن زمین، روی سگ منو بالا نیارن. چون که دموکراسی رو قبول دارم، هیچ وقت این حرفو نمیزنم. آقای دموکراسی، لااقل یه چیزی به رفیقات بگو. خب ول کن تا بهتون بگم. بیا بابا جون. آقایون چرا بیکارن؟ بهشون زیر اندازه کنید. زیر اندازه کنید. فرشید شما زیبا بگویید. بابا یه دونه تیرم توی نداشتم، ازم نامرده یعنی. خدا کنه نیروهای کمکی ما برسه با این.
شلیک نمیخوری؟ آها دیگه عالیه، خیلی خوشم، کارت عالی بود پسر، عالی. قربان ولی راستش بخوای من واقعا گیج شدم، احساس میکنم یه سری نیروی ماورا طبیعه توی ماموریت به من کمک کردن. نه شکست نفسی میکنی، تو لیاقتشو داری، واقعا نشون دادی از پس همه اونها به تنهایی بر اومدی. یادم باشه فردا یه مدال شجاعت 5 تا سکه بهار آزادی بهت بدم. نه قربان، ما که دیگه کاری نکردیم، فقط وظیفه بوده همین. نه این حرفو نزن، تو یه کار ماورا و وظیفت انجام بده. باور کن زوکایی، تو اتاق بیسیم با بچه ها که نشسته بودیم، وقتی صدای اون مرتیکه رو شنیدم که گفت اشهد تو بگو، اشک تو چشم همه ما جمع شد. گفتم دیدی زوکایی از میان ما رفت، دیدید این مأمور شجاع ما هم به دیار باقی شتاب. ولی وقتی صدای تو رو شنیدیم، نور امید تو دل همه ما روشن شد. کدوم صدا؟ همونی که گفتی شما لیاقت دموکراسی ندارید. اینو من نگفتم که. آها من گفتم به رفیقات بگو اسلحه‌شون بندازن زمین و دستاشون بزنن رو سرشون. اون برگشت من گفت شما لیاقت دموکراسی نداری. مطمئنی؟ آره قشنگ یادمه دیگه. آره داشتم میگفتم، وقتی صدای تو رو شنیدیم که گفتی تو راه فرار نداری، تازه متوجه شدم که تو مسلط شدی به همشون. نه اون به من گفت تو راه فرار نداری، من بهش گفتم من که نمیخوام فرار کنم. ببینم زوکایی، اون کلمه زرشکو تو گفتی یا اون؟ زرشکو من گفتم قربان. زوکایی یه مأمور شجاع، یه مأمور دلیر، سعی میکنه در برخوردش با آدم ها از این کلمات ناپسند استفاده نکنه عزیز من. این چه حرفی؟ ببخش قربان، از دهنم در رفت. لااقل اون میکروفون خاموش میکرد. قربان دیگه دستم گیر بود دیگه، اونجا دیگه توقعات شما داری دیگه رسما. بسیار خوب، خودتو ناراحت نکن، در حال انسان جایز الخطاست. منم سعی خودم رو میکنم که زرشک وارد پروندت نشه. تشکر میکنم قربان. تشکر لازم نیست، در هر حال ارزش کاری رو که تو امروز انجام دادی خیلی بالاتر و والاتر از پاک کردن کلمه زرشک از تو پروندته. خداییش کاملا درسته، جنبه داشته باش بابا. کاملا درسته، کاملا درسته. ببخشید قربان، راستی تو یادم نرفته جوادم از بیمارستان مرخص شده، وقت کردی یه سری بهش بزن. حتما. خب بهتره که دیگه برگرد. نوشابش کن. چی؟ نوشابه؟ مگه جا رستورانه؟ پول همینش هم زورکی جور کردن. تا حالا فکر میکردم پس فطرت و حق بازی، ولی حالا فهمیدم گدا هم هستی. چرا؟ به خاطر نوشابه؟ نه 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 نه، اون که به جای خودش، توی حق باز و پس فطرتی، برای اینکه اون دستبندی که به من دادی قلابی بود و 5 تومن بیشتر نمیارزید. آه بس بالاخره سرت کلا گذاشتم، بهت گفتم مواظب باش که. تازه مگه بمبی که تو به من دادی راستکی بود؟ بمب اتمی عقیم میکنه، اون بمب گازوئیلی هم نبود چه برسه به اتمی. خفه شو، از وقتی که وزارت دفاع پروتکل الحاقی رو امضا کرد رادیو اکتیو غنی شده پیدا نمیشه، برای همین من باید از مواد دستی استفاده میکردم. حالا بگو ببینم تو چرا قط قط میکنی؟ تو که جونت در نرفت باید تشکر بکنی. من هم واسه همین الان اینجا، وگرنه یه کاری میکردم به سیب زمینی بگی دیب دمینی. آخ کاش سیب زمینی داشتی. این سیب زمینی دیپ دمینی فحش بود؟ نه چطور اینگه؟
هیچی هیچی، خواستم خاطر نشان کنم که درست من و تو با هم یک هدف داریم، ولی من و تو با هم شوخی لفظی نداریم. میدونی تو منو یاد کی میندازی؟ آلن دلون، برت لنکستر. نه بابا، یه پسر هست تو این برنامه های طنز تلویزیونی بازی میکنه، اسمش چیه؟ گریگوری پک. آن کدوم پسره؟ همین سریال های طنز مزخرف دیگه، توی سریالی نقشه یه آدمکش حرفه‌ای به اسم شغال بازی میکرد، اسمش چیه؟ شغال؟ آره دیگه همون اسمش. آها، اون منو یاد تو میندازه؟ نه بابا، تو منو یاد اون میندازی. جفتش یکیه. اصلا ولش کن، پسره رو ولش کن، زودتر یه فکری باله عزیز خان بکنه، انگار آب شده رفته تو زمین. آب شده رفته تو زمین، پس با این حساب تو چاه فاضلاب پیداش میکنم. احمق، این یه ضرب المثله. کدوم آب یا فاضلاب؟ هر دوش. پس با این حساب آب نشده نرفته تو زمین. بابا آب و فاضلاب رو ولش کن. من مطمئنم این لعنتی آدرسشو داره ولی به من نمیگه. منظورت از لعنتی زنته؟ نگو زن، بگو بلا، بگو مصیبت، بگو قاتل. نه، من جرعتشو ندارم بگم بدبخت. خودت اگه جرعت داری بگو. من پشت سر زن مردم حرف نمیزنم. پس تو هم ازش میترسی ها؟ نه، یه ضربان مسئله معروف کنیایی هست که میگه وقتی به جنگل آمازون میری و توی جنگل یک مار بوا رو میبینی، فقط کافیه فریاد بزنی خانوم بیا. خانوم که بیاد مار موش میشه. مار موش میشه، شغال چی میشه؟ مار بوا رو ولش کن بابا، زودتر یه فکری بکن، داره دیر میشه. ببینم، تو گفتی خانومت شراره. خانوم میدونه که پدرش کجاست و آدرسش چیه؟ آره من مطمئنم میدونم. من یه فکری کردم، یه نقشه‌ای کشیدم که به این وسیله میتونیم آدرس پدر زن تو پیدا کنیم. راست میگی؟ چه نقشه‌ای؟ بیمایه فطیرم. خجالت بکش بابا، آخه یه آدم حرفه‌ای که نباید اینقدر پولکی باشه که. یعنی چی؟ یعنی تو این مملکت همه اون آدمایی که پولکی هستن حرفه‌ای نیستن؟ خب معلومه که نیستن. تو این نگاهی به دور برت بکن، آدمای پولدار چی کارن ها؟ یا کوپن فروشن، یا دلالن، یا زمین خورن. تو اسم این آدم ها رو بذاری حرفه‌ای؟ خداییش نه. تو نباید خودتو با اونا مقایسه کنی. ناسلامتی، تو یه آدم حرفه‌ای هستی، پروفشنال. پر چی هم؟ فشنال، یعنی حرفه‌ای. بعد اونایی که حرفه‌ای نیستن رو چی بهشون میگن؟ خالی فشنال؟ اصطلاح انگلیسیشو نمیدونم، ولی تو فارسی بهشون میگن دره پیت. دره پیت؟ این دره پیت که میگی کنیایی نیست، کجاییه؟ مال شوشه. آه گفتم. پس تو گفتی که من یا فشنالم؟ بله آقای فشنال، برو سر اصل مطلب. اصل مطلب فشنال که فحش نیست. نه بابا نیست، نقشه تو بگو چیه. بگم مو به تنت میخ میشه. بزرگ سیخه دیگه. نه اون سیخه، سیخ مال نقشه قبل بود، این میخه. خیلی خوب بابا بگو، جون به سرم کردی. آدم ربایی؟ یعنی منظورت اینه که زنمو بدزدی؟ خفه شوشی، زن تو نه، خودتو بدزدیم. دیدی میخ شد؟ تو یه دیوونه مومیخ کن هستی، به خاطر حماقت تو مومیخ شده. آخه احمق، من برای چی باید خودمو بدزدم؟ تو خودتو نمیدزدی، من تو رو میدزدم که چی بشه.
اصل مطلب اینه که چی بشه. ببینم، من که نمیتونم از تو ترشی بندازم، میتونم؟ نه، وقتی من نمیتونم از تو ترشی بندازم باید یه استفاده دیگه از تو بکنم، درسته؟ چه استفاده ای؟ متاسفانه تو گوسفند نیستی که از پشم و گوشت و شیر و پشکلت استفاده کنم. تو گوسفند نیستی، تو هوشی هستی. میری سر اصل مطلب یا نه؟ یه ضرب المثل کنیایی هست که میگه گاماس گاماس. این که ضرب المثل ارمنی بودش که این مال بخش ارمنی نشین کنیاست. خب بعد اینقدر هی مرتب از من سوال میکنی که اصلا یادم رفت میخوام چی بگم. داشتم چی میگفتم؟ داشتی میگفتی من گوسفند نیستم، هوشیم. آره متاسفانه تو گوسفند نیستی، تو هوشی هستی، داماد عزیز خان و شوهر شرار خانم. حالا اگه من تو رو بدزدم و برای نجات تو از شرار خانم پول بخوام، اون چی کار میکنه؟ هیچ، خدا رو شکر میکنه. نه 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 نه، خفه شو خفه شو. عزیز خان ممکنه خدا را شکر کنه، ولی شرار خانم خدا را شکر نمی کنه. اون یه زنه، یه زن بسیار دلرحمه. کافیه که تو از پشت گوشی ناله و گریه و زاری کنی، دلش رحم میاد و برای نجات تو دنبال یک راهی میگرده. خب اگه به پلیس زنگ میزنه چی؟ نه به پلیس زنگ نمیزنه، چون تو تا زیر دماغ چک برگشتی داری و اگه این کار رو بکنه کار بیشتر بیخ پیدا میکنه. یعنی تو از چاله در میای و میفتی توی چاه. آها آره، اون میدونه که پلیس تو مال منه. آره آفرین آفرین. حالا شرار خانم برای اینکه تو رو نجات بده باید پول پیدا کنه، و برای اینکه پول پیدا کنه به کی متوسل میشه؟ به باباش. یا به قول خودش پاپی. نکبت. مباشرتی نگو چیه سفر؟ تعظیم از خدمتت عجل قربان، عوامرتون مو به مو اجرا شد. سروان زوکایی صحیح و سالم و سربلند از این مأموریت قربان جون سالم به در برد. البته قربان با کمک محافظا. باری کهن و سفر سوسکی، آفری نشون دادی که جرمته داری. ما چاکره شماییم حضرت عجل، ما فقط انجام وظیفه کردیم قربان. محافظا را آماده باش نگهدار، معلوم نیست فردا این پسر کله خر چه درس گلی به آب بده. اطاعت امر حضرت عجل، اطاعت امر. رو چشم درزه. یه گزارش کامل از وضعیت زندگی این پسر برام تهیه کن. قربان انجام شده حضرت عجل، انجام شده. باریکالله. نه راستی دارم بهت امیدوار میشم. انقدر که فکر میکردم خنگ نیستی. ما کوچک شماییم حضرت عجل، ما خونه زاد شماییم، امر امر شماست. خیلی خوب
خودتو لوس نکن. حالا گزارش تو بگو. یعنی گزارش بدم قربان؟ آره دیگه. بینندگان عزیز، الان دارن فوتبال بازی میکنن و منم گزارش خدمت شما تقدیم میکنم. بله، توپ‌های دیوید بکامه. دیوید بکام شوت میزنه، میده میره زیر پای رونالدو. رونالدو دیوونه. این دریوریا چی داره میگی؟ قربان شما فرمودید من گزارش بدم. خب منم گزارش دادم خدمتتون. خدایا خدایا، چرا باید دیوونه ترین آدم های دنیا دور من جمع شن؟ آخه چرا؟ چرا؟ حضرتت خبت کردم، اشتباه کردم، منو ببخشید حضرتت. تکرار نمیشه. گوساله سامری، من بهت گفتم گزارش وضعیت این پسره رو بگو، نه گزارش فوتبال. منو عفو کنید حضرتت، خطا کردم، اشتباه کردم، منو ببخشید حضرتت. خیلی خوب، حالا آه و ناله نکن، گزارش رو بخون. چشم. نام مجید، نام خانوادگی زکایی، فارغ التحصیل دانشکده افسری نیروی انتظامی، دارای پرونده درخشان در کار، برنده چند مدال افتخار، چند سکه بهار آزادی، چند لوح تقدیر از فرماندهی، برادر نداره، خواهر نداره، تک فرزند زن و شوهری به نامهای عصمت و علی، در میدون غار به دنیا اومده در سال 1152 و کوچ به محله تیرزغلو به سال 1172. در عملیات های مختلف زخمی و مجروح شده، اما خم به ابرو نیاورده. آخری مجروحیت به سال 1180 در یک درگیری خیابانی با اوش. چه مجروحیتی؟ قربان طبق اخبار واصله شست پاش رفته تو چشش. عجب. خب بعدش؟ در همون سال با چشمهای ورقلنبیده و مجروح عاشق خواهرزن همکار خودش آقا جواد میشه، دختری به نام سارا. ولی به دلیل مشکلات مالی و اختلافات و اختلاف نظر با مادر زنش، یعنی اختر خانوم، فعلا دوتایی نام زدن. مادر زنه و سارا فعلا تو خونه آقا جواد زندگی میکنن، یعنی خراب شد تو سر داماد بیچارش. پس اختلافش با مادر زنش سر چیه؟ طبق اخبار واصله مادر زنه گیر زده که تا زمانی که شغل رو عوض نکنی زن بی زن. پدر این دختره چی بود؟ سارا. آره اونم بهش گیر داده. خدا رحمت کنه رفتگانتون حضرت عجب. پدر 7-8 سالیه که عمرشو داده به شما. عجب. پس مادر زن این آقا مجید شوهر نداره. خیر قربان، کی حاضره با یه همچی اجدهایی ازدواج کنه؟ اجدها؟ باز چی اجدها؟ قربان صد رحمت به اجدها. طبق اخبار واصله خودخواه، خشن، یه دنده و غیر قابل تحمل. دفعه آخرت باشه که به این چیه اختر خانم میگه اجدها. اون یه فرشته است، فرشته. اصلا مادر زن ناجی من غیر فرشته هیچی نمیتونه باشه، فهمیدی؟ امر شماست حضرت عجل. اطلاعات مالی در خصوص این پسره رو میخواید بشنوید قربان؟ خب بنال بینه قربان. کمیتش بسیار بسیار لنگه، اینقدر کمیتش لنگه که دو سه روز پیش صابخونه اساسشو ریخته تو کوچه، رفته گشته یه آپارتمان نقلی مقلی فسکلی پیدا کرده، الانم تو اونجا مسکونه. مسکونه؟ مسکونه یعنی چی؟ مسکونه قربان یعنی سکونت داره. خاک بر سرت با اون حرف زدنت، خاک بر سرت. آبوری همه رو بردی. بینم گفتی که دو ساله با اون دختر نام زده. قربان دو سال و سه ماه و شیش روز. عالیه. پس این پسره کارش پیش مادر زنه حسابی گیره. قربان اگر منظورتون اون فرشته است، بله. سفر مزه نریز، بلند میشم یا اون خرخرت رو میجو. اما خود این پسره نقطه ضعفی چیزی نداره؟ طبق اطلاعات واصله نقطه ضعفش فقط قلقلک قربون، اونم از نوع زیر بغلی. رشوه چی؟ اهل رشوه نیست؟ قربان طبق اطلاعات واصله توسط یکی از رفیقاش نسبت به این کلمه خیلی حساسیت داره. به محضی که یکی اسم رشوه میاره آنی بدنش کهیل میزنه، اونم از نوع لخته لخته. خیلی خوب دیگه بسه. بینم برنامه فردای ما چیه؟ قربان بازدید از برج گل یخ بین جاده چالوس رامسر ساعت 5 بعد از ظهر. این کدوم برجه؟ همونی که با بانک شریکیم؟ خیلی قربان، اون که برج گل خرزهره است.
این برج گل یخه با یه شرکت انگلیسی شما شریک هستیم قربان. حالا نمیشه واسه افتتاحش من نرم؟ سفر من اصلا حال و حوصله این کارهای تشریفاتی رو ندارم. و قربان نفرمایید، نفرمایید، میشه شما نیایید؟ این مستر جورج بیل با هزار بدبختی کوچه رسونده به ایران حضرت عجل. پس خودتو زودتر برسون، یه جوری سرتای مراسمو هم بیار. اطاعت هم قربان، با کمال میل قربان، فردا با اولین پرواز میام خدمتتون. مگه نگفتی مراسم ساعت 5 بعد از ظهره؟ بله قربان. پس چرا میخوای با پرواز بیای؟ صبح بلند میشی میری ترمینال غرب، یه بلیط اتوبوس شمس الاماره میگیری، سوار میشی، خودتو میرسونی اینجا. با ترمینال بیام؟ ولی قربان مستر جورج بیل همراه منه. بیا، مگه تو لله جورج بیلی؟ یه بلیط هواپیما بگیر، اون با هواپیما بیا. تو زودتر را بیفت، وقتی رسیدی اینجا میری فرودگاه دنبالش. بله قربان، شیرفهم شد. حضرت عجل ببخشید جسارتان عرض بکنم، حالا که ما خدمت شما نیستیم، شما اونجا تنها هستید، میتونم خواهش کنم جور منو بکشید، یه دستی با اون سیبیل مبارک بکشید؟ کشیدم. ناز سیبیل از اون حضرت عجل. ترمینال. گله‌ای آدمای فله‌ای، دلخوششون قیافه، تو جستن و کلافه، یه عمره ولمعتل، با این مخای مختل، با این که با کلاسن، سر کوچه ها پلاسن، عاشق میشن خیلی خفن، تا آخرم توی کفن، نه فکری نه سوالی، تو دنیای خیالی، بیدارن و خواب میبینن، سایه را آفتاب میبینن، با عینک های دودی، با موهای عمودی، آخر کلکل و کرکری، اشقلات و قلدوری، از بس خطری و خلافن، یه پخ کنیم خلافن، از روزگار ملولن، تو خودشون میلولن، زندگیشون زده حاله، یا تو چاهن یا چاله. چه مصبت انده مرام و جرعن، دنبال کشف جرمن، حرفه‌ایه نه بابا، نه بابا، لوفامن کاراشون مرموز و سسوته، تیریفشون سکوته، فه بگی میرن جوادیه، اینا سوتیای عادیه. آره زندگیه گلهی، آدم های فلهی، یه عمره بالمعتل، با این مخای مختل، زندگی گله ای، آدم های فله ای، یه عمره بالمعتل، با این مخای مختل، آخر کلکل و کرکری، اشقلات و قلدوری، از بس خطری و خلافن، یه پخ کنیم خلافن، از روزگار ملولن، تو خودشون میلولن، زندگیشون زده حاله، یا تو چاهن یا چاله.